معادله الجيش والشعب والمقاومه شکست توطئه های امریکا با حفظ معادله ارتش مردم و مقاومت دبیر کل حزب لبنان ضمن استقبال از تشکیل دولت جدید این کشور تلاش امریکا برای فروپاشی لبنان با محاصره اقتصادی و اختلاف افکنی بین مقاومت و ارتش را مثل همیشه شکست خورده خواند و گفت اريد ان اقول و وغير الامريكيين خابت به آمریکایی ها و غیر ها میگوییم همان طور که همه امیدهای شما ناامید شده و همه توطئه های شما شکسته شده است شما دوباره ناامید خواهید شد و معادله طلایی یعنی ارتش مردم و مقاومت استوار و حافظ لبنان است سید حسن نصرالله عملیات تونل آزادی را بیانگر شجاعت و پافشاری فلسطین به آزادی خواهی دانست و تاکید کرد اعتقال او من و شجعان دستگیری چهار نفر از این مردان شجاع از اهمیت این عملیات مهم نمی کند و مسئولیت بیرون نگه داشتن این دو قهرمان بر عهده تمام مردم فلسطین است حفاظت از قهرمانان یکی از مهمترین وظایف و یکی از بزرگترین راههایی است که در آن شخص می به خداوند متعال نزدیک شود ما مشتاقانه منتظر بودیم که آنها وارد لبنان شوند دبیر کل از لبنان رسیدن نفکش ایرانی به سوریه را شکست جنگ رسانه‌ای و محاصره اقتصادی منطقه اعلام تصریح کرد. آمریکا الان ليس في وضع يمكنه ان يقوم بقصف ناقله او ها در وضعیتی نیستند که اکنون کشتی نفکش را هدف قرار دهند و یا مصادره کنند چون میدانند پاسخ این اقدام را دریافت خواهند کرد همچنین کذب و نادرست بودن ادعاهای آنهایی که میگفتند محال از آمریکا و اسرائیل اجازه رسیدن این کشتی ها به لبنان را بدهند و حتما آنها را بمباران یا توقیف خواهند کرد نیز مشخص شد باید عرض کنم که اسرائیلی ها برای هر گونه اقدام سلبی علیه این کشتیها دچار مشکل شده و معادله بازدارندگی موجود میان مقاومت و دشمن سهیونیستی بود که از اولین کشتی محافظت کرد و اجازه ورود آن را به لبنان و سوریه داد و دیدیم که هیچ کاری از دست آمریکا و اسرائیل بر نیامد. یجب ان نتوجه بالشکر الى الجمهوریه الاسلامیه فی ایران الى سماحت الامام القائد سید الله. سید سماحه الجمهوريه ايت الله السيد حسن نصر الله با تشکر از رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهور کشورمان اعلام کرد سوخت خریداری شده از ایران با اولویت مراکز درمانی و خدماتی توضیح می شود و این سوخت تا پنجشنبه از طریق سوریه وارد منطقه بقاع لبنان خواهد شد رسیدن نفکش کشورمان و تخلیه سوخت بعد از شکست های متعدد نظامی امریکا در منطقه آغاز دومینوی شکست های اقتصادی امریکا در غرب آسیاست. حسن عظیمزاده خبرگزاری صدا و سیما ساحل بیروت.